week 15, day 4. هفته ای و روز چهارم ما هم دیگه شروع میکنیم درس چهارم پیش رو با هم هم دیگه و میتونم بگم لغات بسیار بسیار آسونی داره مخصوصا لغت شماره یک و لغت شماره چهار و شماره پنج از پرکاربردترین لغات انگلیسی مکالمه ای روزمره خیابونی و پادکستی و کتاب صوتی هستش خب مستقیم لغت اول با هم شروع میکنیم تلفظ لغت اول ما میشه پیرگان اوکی پیرگان گ نگیدا میگیم ق از همین قاشق اوکی قاشق میگید پس میگیم پیرگان اوکی میگیم پیرگان دیدی میگن یارو مظهر شجاعت یارو نماد نماد حماقت یارو اصلا خود دیوونشه یا طرف نماد دلاوری نماد شجاعت نماد ایستادگی نماد فلان همین کلمه مظهر شجاعت نماد شجاعت رو با کلمه پیرگان میگن حرف اضافه که بعدش میاد آو هستش خب یه مثال جذاب میخوام بهتون بگم برای مثال برمیگردیم برای مثال چی میگیم میگیم که آه یارو خیلی مهربونه خیلی مهربونه میگیم یارو مذهر مهربونیته خیلی مهربونه اصلا نماد مهربانیت این شخصه از این فکر کنم اصلا کلمه مهربانیت وارد گفتمان شده پس میگم که for example look at this girl Look at this girl. Miggi ke. She is the paragon of kindness. She is the paragon of kindness. She is the paragon of kindness. Yaro mazhar e mehrabaniyat e. Migi Because everybody likes her. Everybody likes her. I like her. You like her. They like her. So she is the paragon. She is the paragon of kindness. mazhar e چی میگن احمقیت رو میگن آره حماقت رو میگن اینجوری میگن نمادشه پس میگیم for example he is the paragon of stupidity he is the paragon of stupidity he is the paragon of stupidity یارو مظهر حماقت خودش یعنی نماد این کلمه است توصیف کننده این کلمه است پس که اون بگی نماد فلان مظهر فلان میگی پیرگان لغت بعدی جذابمون میگه نومدک نومدک اشایری کوچنشین دوستان عزیز اینجوری معنی میشه اشایری کوچنشین و اینجور به قول گفتنی ترجمه ها برای این صفت استفاده میشه So for example we can say belonging to a community that moves with its animals from place to place. ترجمه میکنم بهتون میگه که شما متعلق به اون جامعه ای هستید یا اون سرزمین بگو هر چی میگی مهم نیست مسئله اینجاست که شما از یه مکان به مکان دیگه دائما در حال کوچ هستی به این میگن نومدک خب حالا یه معنی دوم میگیره صرفا اشایری رو اصلا نگیم کلا میگیم از یک نقطه ای به نقطه دیگه یک بار نه اغلب یک بار نه ها دوستان عزیز به هیچ و شما یک بار نمیدیم بیایید این اغلب اتفاق میفته پس شما اغلب از یک نقطه ای به نقطه دیگه میرید خب پس یه دونه مثال جذاب میخوام با این به قول گفتنی لغت جذاب جذاب بهتون بگم ببینید که چی میشه نومده که شد اش اشایری یا حالات کوچنشینی For example, we can say many people live a nomadic lifestyle. I mean, for example, they work, they travel, they work, they travel. Hey, کار me gonna hey, safari, me gonna hey, inver, hey, inver, hey, inver, hey, inver. Has me gamke they live a nomadic lifestyle. Sabke زندگی kuch دارن دائم سر کار دائم خونه است میره یه کشور دیگه کار میکنه برمیگرده میره یه جا دیگه برمیگرده پس میگه که they have a nomadic lifestyle or they lead a nomadic lifestyle or they live live a nomadic lifestyle لغت بسیار راحتی میریم بعدی لغت بعدی ما میگه خوشونت تندی به قول گفتنی به یکی میپری خیلی عصبانی میشی خوشونت و تندی با ساختار اسم اسپیریتی اما تلفظ این رسما میشه اعاده میگم اسپی میگم اسپیریتی اوکی اسپیریتی اسپیریتی زیاد نمیگید اسپیریتی نه اسپیریتی اوکی اسپیریتی یعنی خوشیات و توندی میگم چرا کسی از حالا به گوره گفتنی میگم ما چرا کسی از لحن من خوشش نمیاد میگه ببین چون لحن تنده اتومات دست خودت نیست لحن خیلی تنده انگار داری با کسی دعوا میکنی لحنت خوشونت داره اوکی ساده سبکی که میتونی شما دارد. یور وایس هاس یک سرتین اسپرتی. وقتی تو آنگری یه تونه خاص خشونتی توش هست وقتی صحبت میکنه. اینو ما درستش کنی. مردم بدبرداش میگن، ما میدیمیم اون مهربانی هستی، ولی صدات یک خشونت به خصوصی رو داره. Okay، یور وایس اوکی یور وایس هاز بسیار عالی بعد دوباره جار میکنم مثلا تاکید میکنم میگم و این خشونت در صدای تو باعث میشه که فلان بشه و مردم از تو دوری کنن and the in your tone makes people go away و این خشونت در صدای توه که باعث میشه که به گوله گفتن این مردم از تو دوری کنن لغت بسیار راحتی بود لغت بعدی ما میگه لقب و صفت لقب و صفت میگیم epithet epithet. لا ببینید سی،, سی نمیگیم سی ث. اوکی؟ ثت. تلفظش با با تلفظ ثت فرق میکنه زبون اندکی بیرون میاد و تلفظ سی تغییر میکنه پس اپیست نمیگیم اپیثت. اوکی؟ اپیثت. خب، لغاب صفت منظورشه. خب، یه مثال جذاب براتون میگم. میگه میگه مثلا دی great دی گریت یعنی کلمه میگه عظیم، بالا، مثلا والا مقام یا هر چه که طرف ترجمه می‌کنید. میگم لقبیه که به پادشاه ها میدن تو که چیزی نیستی تو اینستاگرام تو بایوت نوشتی I am the great نه no. یعنی چی من فران گریتم اینو به پادشاه میگن پس میگم که the great is an epithet لقبیه که is an epithet لقبیه که we give to kings and maybe queens leaders CEOs اوکی okay? آقا لقبیه که ما به اینا میدیم تو کی باشی که توی بایوت نوشتی من The Great for example G-Action خب پس گفتیم لقبیه که میدیم به کسی لقب و صفت میشه Epithet اوکی Epithet Epithet میگم یه سری دوربر اون آدم دوربر این دانشگاه های یه سری آدم هست که بهش یه لقب خاص دادم بهش میگن مخ اینجوری میگم که for example this university professor has a, has a for example has some connections I mean has friends and his friends و دوستاش use استفاده میکنن the epithet لقب for example the brain بهش میگن the brain میگم او جکسن میگی جیمز میگی لوسی رو میگی لیزا رو میگی او می می oh, the brain epithet اون شخص برینه یعنی لقب و صفت اون شخص مخه یارو خیلی حالیشه. بریم بعدی خب دوستان تو اخبار زیاد میگن که مثلا آقای خبر جنجالی داریم جاستین بیبر با دختری که مثلا اون موقع باهاش تو بچگی عکس انداخته بود ازدواج کرده خب میگم که دیت ریلی کانتروورشل نیوز دیت ریلی ریلی کانتروورشل نیوز کانتروورشل نگید کنترل نمیگن کا همون اسم آمیده کانتروورشل اوکی کانتروورشل کانتروورشل کانتروورسیال ورسیل ورسیل ورسول نه شل اوکی شل کانتروورشل شد دیت رو بگیری کانتروبرشال واقعا خبر جنجالی یه لامش کتاب تعلیف کردی؟ میگم آره چند تا فروش رفته؟ هشتاد میلیون تا توی یه روز فروش رفته میگم که your book actually has become very controversial کتابت واقعا جنجال برانگیز شده لامش خیلی بحث برانگیز شده اوکی بسیار عالی بعد هر خبری که اومد بیرون دیدیم ترکونده دهن به دهن داره میچرخه شما میگید جنجالی و بحث برانگیز نوبتی هم باشه نوبت یه مرور بسیار جذاب. خب دوستان عزیز و گرامی، لغت داشتیم ما میگفتیم که نمونه برتر یارو مظهر شجاعت مظهر حماقت پرگان پرگان آو سامشنگ لغت داشتیم که زندگی کوچنشینی جابجا جا میشم این نقطه اون نقطه یا اشایری نومدک نومدک لایف استایل لغت داشتیم که آقا تون صدات یه توش خوشونتی هست انگار میخوای بپری به بهمون همون یا مثلا فلان اتفاق بیفته یا اصلا با ما حال نمی کنی تو میگیم اسپیریتی اسپیریتی تو این شرکت خشونت جایی نداره دوباره میگه اسپیریتی تو صدات خشونت داره میگه اسپیریتی میگیم لقب این سازمان لقب اون شخص لقب و میگیم به پادشاه لقب چی میشد اپیثت اوکی اپیثت بسیار عالی آقا این خبر خیلی تلکون دلام بحث برانگیز جنجالی عجیب کانتروورشال کانتروورشال اوکی بسیار عالی درس تمومه میریم واسه مرور هفته 15 هم